قسمت ازلی شما معین کرده است. چیزی نیست که چندان در اختیار شما باشه، مثل بسیار قسمت‌های دیگری که تو این دنیا هست. قسمت ازلی معین کرده ما تو ایران به دنیا بیایم، تو قرن بیستم به دنیا بیایم، این شکلی باشیم، اون شکلی باشیم. فکر نکنید قسمت ازلی یه چیزی است که ازش میشه فرار کرد. نه، ما هممون در این زندان هستیم. اینم یکی از اوناست. یه وقت سر بعضی ها کلا میره تو این دنیا، سر بعضی ها کلا نمیره. اگر هم میخواد به یقه خدا رو بگیرید، بالاخره قصه از این قرار است. قصه از خیلی پوسکنده من دارم خدمت شما عرض میکنم که کسی دچار ابهام و اجمال نباشد. خیلی خوب، اگر این توضیحات من تا حدود روشنه، میدونم مشکلات و تاریکی هایی رو با خودش میاره. همیشه نور که میاد سایم داره، بغلش یه مقداری تاریکی هم هست، به هم هم آمیخته است. این عالم نور و ظلمت به هم آمیخته است. تا یه روزی که خدا گفت ان ربک یحکم بینهم یوم القیامه فیما هم فیه یختلفون، این اختلافات رو خدا روز قیامت دربارش داوری میکنه و اونجا لابد معلوم میشه که کی حقه کی باطله و حق هر کسی رو که دستش میزنن. باری این چنین است. پس ما اینو میپذیریم اجمالا که دیدن زیبایی ها در این عالم یه چشم ویژه‌ای میخواد، دیدن زشتی ها یک چشم ویژه‌ای میخواد. اما اگر کسی اومد ادعا کرد گفت من دنیا رو زیبا میبینم با چشم ویژه‌ای که دارم، پس شما بدانید که دنیا زیباست، این حکم ابجکتیوی نیست، فقط از چشم خودش داره میگه. اگر کسی مثل آقای شوپنهاور اومد و به ما گفت که من چشم ویژه‌ای دارم و دنیا رو سراپا زشت میبینم، پس شما باور کنید و قبول کنید که دنیا زشته، میگیم این هم یک داوری پابلیک نیست، یه داوری شخصی و فقط از دیدگاه شما. بله، من اگر به شما آقای شوپنهاور ایمان آوردم، این دیدگاه شما رو میپذیرم. اگر به طرف مقابل ایمان آوردم، اون دیدگاه دیگری رو. اگرم نه، اینها مسائل شخصی شما و یافته های شخصی شماست و دیگری حق دارد که اونها رو لزوماً نپذیرند. خود مولوی در ابتدای دفتر دوم، حالا اگر انشالله این دوره ادامه پیدا کرده به اونجا رسیدیم، اونجا میگوید که من دقیقاً همین مطلب رو مطرح میکنه که من یافته هایی داشتم و با خودم میاندیشیدم که شاید من دارم خیالات میکنم، درسته؟ و میگوید که بعد یک کسی از درون من به من آواز داد که چشم من چون سرمه دید از ذوالجلال، خانه هستی است نی خانه خیال. میگه من به یقین رسیدم که من خیال نمی کنم، من به هستی رسیدم، یعنی به واقعیت. من وجودم خانه خیال نیست، چشم من خانه خیال نیست، خانه هستی است، ولذا اطمینان حاصل کردم. بسیار خوب، جاهای دیگه هم از همین اطمینان و یقین در باب انبیا سخن میگه که مهمترین سرمایه شون یقین بود. من نلافم و بلافم همچو آب، نیست در آتش کشیم استراب، و چون بدزدم چون حفیظ مخزن اوست، چون نباشم سخت رو پشت من اوست، هر که از خورشید باشد پشت گرم سخت رو باشد، نبی مورا نشر. هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان، گوسپندان گر برونند از حساب، زنبوهیشان کی بترسد آن قصاب. بار از گمان و از یقین بالاترم، و از ملامت بر نمیگردد سرم. بارها در باب یقین این سخن رو گفته است که وقتی که کسی چشمی براش پیدا شد و یقین حاصل کرد، دیگه به آخرین مرتبه معرفت رسیده، دیگه بالاتر از او وجود نداره. یقین یعنی خود اون موضوع علم از آن شما بشود، چون علم همیشه واسطه بین ما و معلوم است. اما اگر معلوم از آن شما شد، شما به یقین میرسید. خود مولوی در دیوان شرف میگه از علم گذشتیم و به معلوم رسیدیم. اینها شایسته این بزرگان است و فقط کسانی که مجذوب اینها میشن، شیفته اینها میشن و شریک الازواق اونها میشوند، یعنی در ذوق تجربه اونها شرکت میکنن، اینها میتونن
تلقی و قبول کنند آراء اونها رو. درست شبیه این که شما بر سر سفره نشستید و یکی داره غذایی میخوره و به شما میگه بسیار خوشمزه است. خب این خوشمزه در دهان او خوشمزه است. اگه یه لقمه برداشت در دهان شما هم گذاشت و شما هم خوردید دیدید خوشمزه، این میشه شریک الازواق. یعنی دوتاییمون در یک تجربه شرکت ورزیدیم، اونگاه شما هم تصدیق میکنید. اما اگر در دهان شما لقمه نگذاشت، یا وقتش نبود، یا نصیب شما نبود به هر دلیلی، یا شما نمیپذیرید که اون غذا خوشمزه است، ولی نمیپذیرید نه اینکه انکار کنید، هیچی، سکوت میکنید و یا در اثر اعتمادی که به او دارید میگید خب ناروا نمیگه، لابد این چنینه، و بعد بر اثر همین اعتماد ممکنه اون مسیر رو دنبال کنید تا به جایی برسید که اون قضا رو بیابید و اون قضا در کام شما هم شیرین بیاد دیگه.